دیدیم. میگفت یک جوونی بود، یک جوون عرب بود، این خوش انصاف میومد اول جلسه میومد اما داخل نمیره، جلو در وای میستاد شروع میکرد سیگار کشیدن. بعد که همه چی تموم میشد چای میآوردن میومد تو میگفت دو تا چای به ما بده بخوریم بریم، دو تا چای بهش میدادن میخورد و میرفت. همه هم قُر میزدن آخه چه وضعشه بابا، تو که میای خب یا نه، یا اگه میای لااقل بیا جلسه رم بشین. این جوون مرد، همین آقا میگه میگه تو خواب دیدمش، بهش گفتم که تو جوونیت مردی، گناه کردی، گفتیم این کارا رو نکن، یه خورده حواست بیشتر جمع باشه، گوش نکردی، جوون مرگ شدی. چی شد؟ گفت آقام اومد نجاتم داد. گفتم آقات اومد؟ گفت ابی عبدالله شب اول قبر اومد نجاتم داد. گفتم برای چی؟ گفت برای شرکت تو جلسه خونه شما. گفتم ببین دیگه پیش قاضی و ملق بازی، من خودم صاحب جلسه بودم بابا، تو یه 5 دقیقه روزه و جلسه نمی اومدی، فقط می اومدی چای رو میخوردی. گفت آقا سید، اتفاقا نکیر و منکر وقتی اومدن سوال ها رو پرسیدن، جواب نتونستم بدم، زبونم بند اومده بود، وقتی ناراحت شدن، غضبناک شدن، ابی عبدالله اومد برای شفاعت، همین جمله رو این دوتا ملک به ابی عبدالله گفتن. گفتن آقا ایشون اصلا تو روزه شما شرکت نمی کرده، تو جلسه شما نمی اومده، فقط می اومده آخر کار چایی رو می خورده و می رفته. اربابم حسین فرمود می تونسته بره جای دیگه چاییشو بخوره، مقید بوده چاییشو تو جلسه روزه من بخوره شفاعت.